برگشتیم در ادامه روزنامه و شبکه جهانی بانو قرار داریم و آهنگ زیبای چهارگانه بود که با هم دیگه یک جدیدی مرزونی که مورد پسند شما از زنده قرار گرفته باشه. در این لحظات برنامه هم یک شخصیت خیلی خوب را با خود برای برنامه داریم، رحمت الله غمعی نویسنده و همچنان سفیر حسن نیت جهانی برای افغانستان در رابطه با نقش بانوان در جامعه افغانستان چی هست صحبت میکنن. سلام تقدیم شما و تشکر از اینکه تشریف آوردین. صبحتان بخیر. سلام عرض ادب بر شما و بینندگان شبکه جهانی تلویزیون بانو. امیدی که یک صبح پر از خوشی آغاز کرده باشیم. سلامت باشین. زنده باشین. ما هم براتون صبح پر از خوشی خوبه آرزو میکنیم. میشه در مورد نقش بانوان در اجتماع افغانستان بگید که در کل نقش بانوان در اجتماع چی هست و چقدر باید فعالیت کنن و در امون نقش عمده و اساسی آنها چی هست در زندگی؟ ببینین در قدم نخست بیایم سر مقدمه. بودن جامعه بشر و همه افکار و پیشرفت هایی که امروز در جامعه جانی یا جامعه بشری که ما میبینیم از تن مادر انتقال صورت گرفتن و اگر ما ببینیم در یک دیدی ما در سطح جانی اول میریم یک مطالعه داشته باشیم بانوا ما اگر بتون بگویم در صد پیصد افتاد پیصد الا اشتاد پیصد نقش نسبت به مردها در جامعه دارن. نقش های مهمشان تشکیل خانواده اولادزایی استن و مسئولیت هایی که شخصی در فامیل دارن از وستن زن و شوهر و در جامعه آزادی ها مثل برشان ساخته شده چه آزادی های سیاسی در بخش سیاست هستند چی در انتخابات هستند، تحصیلات هستند و در بخش اجرات اداره هستند نسبتاً این نقاطی که هستند نسبت به مرد مسئولیت های زن اگر ما دقیقاً یک آمار داشته باشیم یا مسئولیت بالایی دارن و برمیگردیم در جامعه افغانستان چون که جامعه افغانستان یک چند مشکلاتی که اساسی دارن یک کشور اسلامی هستن بعضی قویداتی که از طرف اسلام برشون وضع شدن با درک غلط ما او را برایشان گرفتن و دوم عرف های باز برمیگردیم عرف هایی که مثال ما در جامعه داریم ای عرف هایی که دیرینه هستن و هم از عقب ماندگی که ما فهم و درک و از لحاظ تسلیم و به او سویه نرسیدیم که ما رای سالمیت خود چیزی که حق است باید بدانیم از لحاظ ما این مشکلاتی که داریم نقش بانوان در یک جامعه نسبت به مردا کمتر هستن و آن حقوقی که برای یک زن در یک جامعه موجود هستن که مثل مرد ما ایره باید ذکر کنم از لحاظ آناتومی هر مرد و زن یک جسد است و آن مسئولیت هایی که یک مرد در یک جامعه دارن زن طبقه هم امو مسئولیت داره و ما از او باور داریم که از مرد نکره زن با حسیلی خوب او رو پیش میبره ولی ما از این مشکلاتی که داریم زن طبقه از حقوقشان به شکل کلی بهره‌مند نیست. شما چی فکر میکنید جناب غمایی که چرا در افغانستان بانوان و آن قسمی که باید مسئولیت خود را ادا بکنن نمیکنن؟ چی باعث میشه؟ آیا خود ذهنیت بانوان کوتاهی میکنه در این رابطه یا هم به حق حقوق خودشان بیشتر باورمند نیستن یا اینکه سرمنشی از طرف خانوادهشان هست که از همو گذشته ها برایشان میراث مانده که میگن زنها برای خانه هستن و نباید در بیرون کار بکنن و یا اینکه مردهای جامعه افغانستان بیشتر همو زمینه را فراهم نمیکنن و همو ساحه را بازتر برای بانوان افغانستان نمیکنن؟ ببینین در این عرف های ماستن چیزی روند عرف هایی که از گذشته برای ما ماندن ما گفتیم سطح دانایی که ما لحاظ تحصیلی که داریم تنوز
بسیار عقب مانده هستیم نسبت به دید جهان. اونمو عرف ها به شکل یک ویروس در جامعه جای گرفتن و انتقال صورت میگیرن به مرور زمان. جناب غمای، در نشر سازی این گونه ویروس ها کی ها مسئول هستند؟ مرد ها بیشتر مسئول هستند یا هم خود بانوان افغانستان؟ نه، مرد ها هستند، چون زن ها از لحاظه که ایجاد یک خشونت در بینشون ایجاد نشوند، یک بدبختی در بینشون ایجاد نشوند، یک سبب یک جگرخونی در فامیل برشون ایجاد نشوند، میدونن حقوقشون که ما مثل تحصیل داشته باشیم، ما سهم در اداره داشته باشیم، ما سهم در انتخابات داشته باشیم. از این رو اینمی با مشکلاتی که مشکلات دارن یا درونی زجر دارن ولی به ایجاد این مشکلات یا ساکت ماندن و نمیتونه که همی حقوق خود به شکل درستی کسب کنن و مسئول بدن خودن. این مشکلات اساسی شده. اجتماع و فرهنگ چقدر تاثیرات در پسرفت بانوان شده، باعث ازی شده که بانوان از امون حقوق خود بدور بانن و چقدر باعث پیشرفت شده که بعد از سقوط طالبات فرهنگ های مختلف در افغانستان آمد، علمیت بالا رفت، سطح دانش و علم بالاتر رفته، چقدر تاثیرات مثبت و چقدر تاثیرات منفی را بالای بانوای از ما گذاشته؟ ببینین، در یک جامعه فرهنگ یک رول اساسی دارن، اما تنظیم یک روش یا ایجاد میکنن. ما بعد از جنجال ها و از جنگ ها پس برگشتیم، پس به ساختار آمدیم، بعضی مشکلات ها را ایجاد کردن و بعضی سهولت ها آمدن. ما که میگیم یکی از عوامل خشونت درونی سازی کردن فرهنگ های بیگانه که مثل ما مهاجر میشیم دیگه فرهنگ انتقام میتیم، یک مشکلی که ما این درو در رقم باکتری در جسد انسان یک نوع باکتری هستند که مضر هستند و یک نوع باکتری هستند که مفید هستند. این هم درو دارن در یک لحاظ یا که آمدن امو فرهنگ هایی که مثل در یک جامعه پیشرفته که داشتن یا ایجا آمدن و او خواستار کردن و آمدن و کسی که امی تیم یا امی کسایی که خواستار ازی بودن و کسایی که قید داشتن و خواستار یا شدن در بینشون جنجال ها و خشونت ها را ایجاد کردن. حتی در بعضی موارد اگر ما ببینیم بعضی قضایی هستن که وقتی که نامزد میشن یا همسرشون برایشون ایره تنوز یا مشخص نساختن یا اول برایشون اجازه داده میشن که شما باید کار برین وزیفه برین، بعد از اینکه یارسی کردن در بینشون یک جنجال بسیار کلان برامده، حتی تا خودکشی یا به خطر رساندن یا فرار از منزل این قضایه برامدن. ای چون عوامل اساسی ازی بودن که معیار جامعه ما با او سویه که یک فرمولی از جامعه پیشرفته را گرفته بودن اینجا آوردن، نتونستن کیر هضم سازن، یک مشکلات آمدن. و از دوم خوبی هایشان یا بودن که کسایی که از بیرون آمدن امی روند سالمیت ما امروز انشالله که میبینیم خوب هستن، میبینیم روز بر روز ما در این بخش بانوان ما یک احساس پیدا میکنن و میرن اشتراک میکنن و روز بر روز خوبتر شده میره با داشتن مشکلاتی که داریم مثل امنیتی هستن و بعضی قیداتی که مثل از قومی هستن چیزای اروپی هستن داریم، ولی روز بر روز خوبتر شده میره و این یک رول بسیار مهم بودن، یک پیام بسیار مهم برای بانوان بودن تا بانوان بدونن که و بجنگن در مقابل حقوقشون که در جامعه دارن. خب دیدگاهتان در رابطه با این نکته که بانوان خارج از منزل یا هم بیرون از منازلشان در کدام بود بیشتر پیشرفت خوب کردن، مقصدم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا هم دیگه ارگان های دولتی و خصوصی، چقدر پیشرفت خوب داشتن و دلیل و عواملش آیا سرمنشی امو فامیلشان بوده که تشویق صورت گرفته یا هم خود بانوان به خودشان جرأت بخشیدن و
مایه افتخار برای خود جامعه افغانستان شده. ببینین از لحاظ اقتصادی اگر ما بگویم، چون ما یک کشور عقب مانده استیم، اقتصاد ما به او سویه نرسیدن که حتی مردم حتی تجارای ما، چون که کشور اقتصادشون ضعیف هستن، هر بزنس هر بازی اقتصادی جا برای یک مسیر کوتاه صورت گرفتن و از بین رفتن. بنوان با تشویق که چون امروز رسانه جوانی شدن یک عوامل اساسیشون که یک روحی خوب برشون دادن رسانه ها بودن که یارا پیوستن و دیگه روابط جوانی ما روز بر روز خوبتر شده میره. این چی بودن زن ها اینا از اگه بگم یک اندازه روابط اجتماعی با جامعه با مردها اگر ببینیم چی در بخش اداره هستن، چی در بعضی مثلا در بخش پارلمان، در بخش یا که ما میبینیم روز بر روز درست در مشکلات داریم، خوبتر شده میره. روابط نو یعنی زن طبقه نو اگر بتون بگویم قدم برداشتن تا اول این روابط اجتماع را به شکل کلی تامین بسازن و بعد از او باز میبینیم بعضی تجارام هستن، خب با تعصب بعضی تجارای ما که هستن بیرون از کشور هستن، بعضی تجارای از بانوم ما بیرون هستن چون از لحاظ امنیتی از لحاظ مشکلات نمیتونن و بسیار بعضی تجارای ما اگر میامدن یک تصورات مثبت داشتن. خود نو آغاز کردن، ما امید دارم و که توانای ما در طبقه اوناس ما که بخیر روز بیایه که در بخش تجارت همچنان در بخش هر بخشا یک رول با توازن مردان به پیش برای خود پیلن تنوز اون چیزی که ما شما میخواییم نیستن. نه آغاز است. شما به عنوان کسی که شهروند افغانستان هستین و مشکلات کشور زیادتر میدانین، آینده بانوهای افغانستان چگونه بررسی میکنین و چگونه هست؟ آیا در آینده اونا با مون خواسته های خود میرسن؟ ببینین ایجا بعضی مشکلات که داریم، نخستین مشکلات که هستن سطح تحصیل به شکل کلی به ولایات اگر ما برگردیم نیستن و درست است در مرکز هستن، نه ما آغاز کردیم یا کمزره یک اندازه خوب شدیم. انشالله ما امید دارم که امی عرف تحصیلات با داشتن تامین امنیت درست به ولایات برن و همه آگاه شوند. تا نوز به شکل کلی ما از این مستفید نیستیم و ما امید داریم تا در کشور ما اگر آرامی بیایه بخیر آرامی شوند و ای تحصیلات ما اول تحصیلات ما به سطح کشور پیاده شوند و دوم تامین امنیت شوند. ما به باور دارم که ای عرف دیرینه که مثل ما داشتیم ناگهانه که ما ای را انجام میدادیم و ای طبعا من میگم رسانه ها ای را پخش میکنن، رسانه ها دنیا را برای ما نشان میتن و دیگه ما به عرف های گذشته باور نداریم چون ما رای سهولت و با درک خود میدانیم که کدام را برای ما خوب استن، دنیا به کدام روش میره. ما خودم خیر است اگر به شکل کلی نباشه، یک اندازه ما میتونیم که تمثیل او را داشته باشیم، یک روحیه برای ما بتن. انشالله اگر این روان تبری به پیش برن، ما باور داریم که تریسالله انشالله که زن طبقه ما که هستن یک رول مصابی و خوب تر دومی داشته باشن. سپاسگزار از اینکه تشریف آوردین. گفتنی خاص یا هم پیامی برای بانوان و مردان اگر داشته باشین بفرمایید. ما پیام خاص برای فامیلا، پدرا، بیادرا، شوهرا، کسی که امر طبقه هستن ای هستن، برشان میگم که بگذارین که طبقه اونوس چی امشیره، چی زن، چی مادر است، برن مسئولیت خدا در جامعه انجام بتن تا رشد کشور شو. یک و دوم برای بانوها اینمی پایامیم هستن که شما بالاتر حوصله و نیروی دارین که
نسبت به مرد که این مسئولیت شما انجام داده میتونین و شما ای حقوقتان که در جامعه هستن شما باید ای بجنگین و ای حقوقتان و دست بیارین. انشالله در آینده ما باور دارم که شما یک روزی بیاین که سهم مساوی با مردها در یک جامعه داشته باشین. سلامت باشین. سپاس از اینکه تشریف آوردین. تشکر از شما همچنان که بر ما وقت دادین. سلامت باشین. دوست عزیز با شما خواهیم بود اما فعلا وقت